با مهدی نخل احمدی صحبت میکنم، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. نخل احمدی، آخرین جزئیات رو از شما بشنویم. از چند نقطه همزمان عملیات آغاز شد و طول هم کشید ساعت ها، هم از نظر امنیتی بگید که وضعیت چطوره الان و اینکه آیا ممکن هست که ارتباطی داشته باشه با یک عملیات بزرگتر؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببین چند نکته مطرح. اول اینکه خب ما بعد از قطع شدن اینترنت در مناطق خصوصا جنوبی سیستان و بلوچستان، عملا راه ارتباطی برای فرستادن اخبار یا ویدیوها قطع شد. اما آنچه که جمهوری اسلامی مدعی هست در رابطه با اینکه توانسته است تمام در واقع اعضای جیش العدل رو که در این عملیات حضور داشتند رو بکشد، یک مقداری محل تردید هست به همون نسبتی که عددی که جیش العدل در رابطه با کشته شدن 200 نفر از پرسنل انتظامی یا سپاه پاسداران منتشر کرده. به این دلیلی که این حمله بسیار برنامه‌ریزی شده و در واقع احتمالاً در یک مدت زمان زیادی در واقع این برنامه‌ریزی انجام شده و بعید هست برای سه شهر یا سه منطقه مجزایی که قرار بوده حملات سنگین انجام بشه، بر اساس گفته خود رسانه‌های محلی فقط 18 نفر در این عملیات شرکت کرده باشند. اما از منظر دیگه، آقای معاون امنیتی وزارت کشور صحبت از این کرده که دو مهاجر غیر ایرانی که پشتیبانی عملیاتی برای ورود و اجرای این عملیات انجام دادن، اونها رو شناسایی و دستگیر کردن. اطلاعات بیشتر منتشر نشده، اما خب در افکار عمومی این سوال هست که با توجه به انتقاداتی که در چند سال گذشته مطرح بوده، خصوصا در یک سال گذشته در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی هیچ سیاستی برای ورود سیال در واقع مهاجره نداشته، چقدر این مسئله میتواند در آینده باز هم مشکل ساز باشد و همچنین قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران هم گفت صحبت از این کرده که پی عملیاتی قاطعانه کلی تروریست ها یا این افراد جیش العدل به قتل رسیدن. اما صحبت از این هست که الان حتی اگر اینها کشته شده باشند، یک ننگ بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی هست که بعد از چندین حمله جیش العدل در ماهای گذشته باز همچنین رو دست میخوره از طرف گروهی که نه دولت هست و نه در واقع هیچ گونه امکانات احتمالاً میشه خاصی داشته باشه و همچنان میبینیم جمهوری اسلامی به چالش میکشه. آقای نخل احمدی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.